بچه ها حالتون چطوره؟ امیدوارم که حال همه تون خوب خوب باشه امروز میخوایم اولین پیام قرآنی کتاب قرآن کلاس دوممون دو رو با هم یاد بگیریم پس کتاب قرآنتون رو باز کنید و صفحه هفت رو بیارید تا این پیام قرآنی رو با هم بخونیم و یاد بگیریم آماده هستید؟ بسم الله الرحمن الرحیم نحنو خلقناکم خداوند مهربون در سوره واقعه آیه پنجه و هفت به ما یادآور شده که ما شما را آفریدیم به ما گفته که همیشه یادمون باشه که کسی که ما را آفریده و به ما کلی نعمت در این دنیا داده خدای مهربون هستش پس ما باید قدر نعمتهایی که خدا به ما داده و قدر این فرصتی که به ما داده شده تا در این دنیا زندگی کنیم رو بدونیم و همیشه از خدای مهربون تشکر کنیم و از نعمتهایی که به ما داده در راه درست استفاده کنیم برای اینکه با تعدادی از نعمتهای خدا آشنا بشیم این شعر قشنگ رو با هم میخونیم خدای بخشنده خدای خوب و مهربان داده به ما گوش و زبان بخشیده ما را دل و جان چشم و سر و دست و دهان از لطف و نعمتهای او ما زنده ایم و پرتوان این شعر قشنگ رو آقای عباس یمینی شریف برامون سروده توی این شعر ما با تعدادی از نعمتهای خوبی که خدای مهربون به ما داده آشنا شدیم مثل چیا؟ مثل گوش، ما باید سعی کنیم که با گوشامون حرفای خوب بشنویم، صداهای خوب بشنویم، با زبانمون حرفای خوبی بزنیم. از چشم و سر و دست و دهانمون در راه خوب استفاده کنیم. چون از لطف و نعمتهای خدای مهربونه که ما زنده ایم و پرتوان. پس همیشه خدای مهربون رو شاکریم به خاطر نعمتهای زیادی که به ما داده. حالا آماده هستید تا با هم لوحه صفحه هشت رو هم بخونیم و یاد بگیریم؟ پس صفحه هشت رو بیارید و همراه من این لوحه رو بخونید و خوب یاد بگیرید. بسم الله الرحمن الرحیم قا یا آ د مو قال یا آدمو شماره دو ها بچه ها اینجا رو ببینید اون آیه کوچولویی که جلسه قبل با هم یاد گرفتیم اینجا اومده روی سر نشانه ه نشسته پس ه چه صدایی میگیره؟ صدای آ میگیره ه با آ ها پس میخونیم ها زا که تا بو نا ها زا که تا کتابونا نه کتاب شماره سه و ا خا ها رو نه و اخ و نه شماره چهار قا ه ی س شماره پنج و ج ا لا ها را و رواسیه. یا و جعل لها رواسی یا یا رواسی بچه ها توی این کلمه و این کلمه اینجا شماره چهار صدای ه با ا دوست شده و پایین صدای س با ا دوست شده میتونیم توی قرآن این نشانه رو به صورت صدای ای هم بخونیم مثلا بگیم هیا یا بگیم رواسیه. مخصوصا وقتی که میخوایم با ترتیل قرآن بخونیم صدای ای رو میتونیم با صدای ای بخونیم رواسیا هیا و اما قسمت اونس با قرآن در خانه قسمت اول ازتون خواسته که درباره پیام قرآنی و شعر اون با خانواده خود گفتگو کنید و شماره دو ازتون خواسته که این دو عبارت قرآنی رو بخونید عبارت های این لوحه رو هم با دقت بخونید چه حالتون چطوره؟ امیدوارم که حال همهتون خوب خوب باشه امروز در جلسه چهارم کتاب قرآن قراره با یک نشانه یا یک علامت آشنا بشیم. به این کلمات دقت کنید. لم من قل بچه ها اگر خوب دقت کرده باشید متوجه شدید که هر سه کلمه آخرشون صدایی نداشتن یه بار دیگه میخونم خوب گوش کنید لم من قل علامتی که امروز باش آشنا میشیم این علامت هست بچه ها اسم این علامت علامت سکون یا ساکن هست هر وقت این علامت روی سر هر نشانه بشینه اون نشانه رو بی صدا میکنه پس اسم این نشانه نشانه ساکن یا سکون هست که بعضی وقتا توی بعضی کتاب های قرآن به شکل یه صفر کوچولو هم دیده میشه حالا یک بار دیگه با هم این کلمات رو بخونیم لم لم من من قل قل عب. اب 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 ات 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 اس 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 دقت کردید روی هر نشانه ای که این علامت سکون نشست اون نشانه رو بی صدا خوندیم اب به شانه ب رو بدون هیچ صدایی خوندیم یا مثلا ات چون روی سر ت علامت سکون نشسته نشانه ت رو بدون صدا خوندیم ردیف بعدی رو بخونیم شما هم توی خونه بلند بخونید اج 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 اه اه اوه ar er or rádiof badi ad ed od as is os, ar er or ردیف بعدی از 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 ردیف بعدی از 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 ات e as oz os a e o a e o e a of a e o a, E o Al. ال, ال اول ام ام ام, ام ان ان اون او 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 اه اه او ای ای اوی یک بار دیگه ردیف آخر رو میخونم او، a, e, o, ai, ei, oi. حالا عبارت های صفحه ده رو با هم بخونیم. آماده هستید؟ با توجه به علامتی که امروز با هم یاد گرفتیم یعنی علامت ساکن عبارت ها رو باید بخونیم. بسم الله الرحمن الرحیم ها زا ا خی ها زا ا خی نج ال علم نج ال دقت کنید اینجا علامت ساکنی که امروز یاد گرفتیم و با هم میبینیم روی چه نشانه های نشسته؟ روی م، روی ج و روی ل شماره سه ما لم یع لم ما لم یع لم شماره چهار لم یخ لق مس ها لم یخ لق مس لو ها شماره پنج ا ف من یخ لو قو ک من لا یخ لق. افمن یخلقو کمن لا یخلق قسمت اونس با قرآن در خانه ازتون خواسته که این دو عبارت قرآنی رو بخونید